سلام و درود خدمت همه دوستان و مهندسان گرامی خوش اومدید به یک قسمت دیگه از دوره جاوا اسکریپت نیکول وب تو قسمت 14 هم با هم دیگه مبحث توابع در جاوا رو ادامه بدیم و بیشتر اونا مورد بررسی قرار بدیم خب من بدون هیچ مقدمه‌ای رو باز میکنم و درون ای 14 هم, هم یک تمرین از قبل ایجاد کردم که در آخر جلسه با هم دیگه مورد برسیش قرار میدیم یه دونه ایندکسات HTML همراه با در واقع تمپلیت HTML5 و این رو من EP14 میذارم نامش رو و یه دونه فایل دیگه هم میخوایم با نام app.js این رو من اینجا ایجاد میکنم این رو هم باید منتقلش کنم به EP14 خب این رو من منتقل کردم و الان همه چی آماده است برای کد زدن خب من قبل از شروع کد زدن این دوتا رو هم به همدیگه لینک کنم و ابدا رو هم در واقع به سند اشتیمال هم لینک کنم ما توی جلسه قبل اومدیم و تابعه رو بررسی کردیم و گفتیم که چجور شما میتونید یک تابعه رو در اون تعریف کنید گفتیم که چه قوانینی برای اسم گذاریش وجود داره و در واقع آشنا شدیم با اینکه تابعه که تعریف شده رو چجوری میتونیم فراخونی یا اصطلاحا بک کنیم که گفتیم سه تا حالت وجود داره یک حالت سلف اینوک هستش که خود تابه در واقع اجرا میشه مستقیما و همچنین روشی برای ایونت بود که شما میتونید با استفاده از ایونت های موجود در صفحه وب بیاید و در واقع اون تابعتون رو فرا بزن... فرا بخونید من با ایونت آن کلیک این کار براتون انجام دادم و حالت سوم حالتی بود که شما مستقیما می و توی کد های جاوا این کار رو انجام میدادید و اصطلاحا تاور رو صدا می یا می به عنوان یک متغیر اون رو در نظر بگیرید خب ما حالت سلف این بوک رو بررسی نکردیم توی این جلسه میخوام حالت سلف این بوک رو بررسی کنم و بگم که چجوری میتونید از توابع در واقع به حالت سلف استفاده کنید من یک دونه فانکشن ابتدا تعریف میکنم با نام برای مثال سلف این رو به این صورت تعریف میکنم و آرگومانی وجود نداره توش فقط یک دستور در واقع الارت برای من موجود هست توش که من اینجا الرت رو می و مقدارش رو برابر با هلو قرار میدم فقط میخوام یک الارت هلو به من بده و این تابع اجرا شدنش فقط همین مورد باشه خب من بیام توی کد های جاوا این تابه رو ابتدا ساختم و حالا میخوام ببینم که چجوری میتونم سلف اینوکش کنم خب برای اینکه سلف این وک بشه این تابه و خودش رو در واقع اجرا کنیم مستقیما کافیه که من نام خود تابه رو همراه با در واقع متغیر در گفت ورودی هاش قرار بدم که ما هیچ ورودی این اینجا نداریم و قسمت ورودی ها رو خالی میذاریم و سمی کالن را هم میذارم که در واقع استیتمنت هم رو بسته باشم خب بیام حالا خروجی رو ببینم زمانی که من ایندکس HTML هم رو باز میکنم به من مقدار هلو رو نمایش میده اصطلاحا خود تابه به صورت اتوماتیک اجرا شد با استفاده از دستور در حالت سلف این بوک که ما تابر رو انگار که مستقیما فرکشی کردیم خب این از حالت سلفین ووک نیاز بود راجع صحبت کنیم البته ما در آینده بیشتر آشنا میشیم با سلفین ووک و میگیم که چه نوع توابعی رو نمیتونید سلفین ووک کنید و کلا حالا اگر بخواید این کار رو انجام بدید یک سری قواعد خاص داره بریم سراغ مبحث بعدی که میخوایم اینجا با هم بررسی کنیم متغیر محلی یک تعریفی از متغیرها وجود داره به عنوان متغیر محلی ببینید شما یک تابعی رو تعریف کردید ولی مثلا من اینجا تابع صفر رو تعریف کردم درونش میخوام یه دونه در واقع متغیر تعریف کنم با نام حاصل من اینجا حاصل رو تعریف میکنم و مقدار رو برابر با 25 قرار میدم اگر متغیری رو درون فانکشن تعریف کنید دیگه نمیتونید از اون متغیر درون قسمت های دیگه جاوا اسکریپتتون استفاده کنید یعنی چی یعنی که اگر یک متغیر اینجا تعریف کردید این متغیر فقط درون خود فانکشن هستش که کارایی داره و دیگه بیرون از این در واقع کرلی برایسزی که قرار دادید کارایی نداره برای مثلا من اگر اینجا حاصل رو تعریف کردم بیام برای مثال بگم الرت کن برای من حاصل رو توی خروجی چیزی رو به من نشون نمیده اگر من این دکسات اشتی رو باز کنم میبینید هیچ چیزی رو به من الرت نمیکنه به چه دلیل الرت نمیکنه به دلیل اینکه در واقع الرت اول من که حاصل هست متغیر حاصل یه نوع متغیر لوکال یا محلی هستش که در فانکشن تعریف شده و اگر متغیر محلی تعریف میکنید فقط میتونید در خود فانکشن ازش استفاده کنید و دیگه نمیتونید بیرون از اون در واقع کرلی برایسد خودتون ازش استفاده کنید خب این نکته دومی بود که بهش اشاره کردیم راجع به متغیرهای محلی که در واقع دونستنش باعث میشه که شما خطای کمتری رو توی کوزرننتون داشته باشید خب بریم سراغ دستور جذاب و کاربردی ریترن که توی توابع ما ازش استفاده میکنیم دستور ریترن یا اصطلاحاً بازگشت چه کاری رو برای ما انجام میده ببینید تابع یک خروجی مشخصی رو داره و اگر ما بخوایم این خروجی رو مقدارش رو ازش استفاده کنیم و تخصیص بدیم به اون قسمتی که فراخوانی شده باید از دستور ریترن استفاده کنیم یک مثال خیلی ساده رو بزنم براتون از کاربرد دستور ریترن این رو بذارید فعلا کامنت کنیم و اینجا self این رو بنویسم که به اشتباه نیفتید خب بیایم سراغ خط بعد من اینجا یک تابه رو تعریف میکنم یک فانکشن رو تعریف میکنم با عنوان ضرب و توش دو تا ورودی داره دو تا آرگومان داره نام یک و نام دو و درون قسمت کدش میخوام ابتدا این فانکشن رو به نرس بنویسم و با یه بار هم با دستور ریترن که ببینید فرقشون چی هستش ببینید اگر من اینجا در واقع ضرب رو بنویسم و نام یک و نام دو رو به عنوان آرگومان قرار بدم برای اینکه ضرب اینها رو مشاهده کنم و بدون دستور ریترن این کار رو انجام بدم باید از یک متغیر کمکی در واقع کمک بگیرم که من یک وریبل به نام در واقع رز درست میکنم و مقدار ضرب نام یک و نام دو رو اینجا قرار میدم به عنوان در واقع حاصل این متغیرم خب به این صورت این کار رو انجام دادم حالا چجوری میتونم خروجیش رو چاپ کنم ببینید اگر شما بیاید و اینجا مثلا یک داکیومن رایتی بنویسید و توی قسمت در واقع بخش که باید حالا اون مطلبتون رو بنویسید اگر بیاید خود تابع ضرب رو قرار بدید همراه با مقادیرش 25 و برای مثال 4 چه اتفاقی میفته بریم خروجی کار رو با هم دیگه ببینیم ببینیم اجرا به چه نحوی هستش اینجا مقدار آندیفاین رو به من میده چرا میگه تعریف نشده هستش چرا تعریف نشده به خاطر اینکه ما اینجا مقدار در واقع رز رو یک جورایی واکشی نکردیم و ریترن نکردیم و برگشت ندادیم به خاطر این هستش که این خطا رخ میده اگر نمیخواید از دستور ریترن استفاده کنید حتما باید دستور داکیومن رایتتون رو درون خود فانشن بنویسید من اینجا داکیومن رایت رو مینویسم بذارید اینجا این رو کات کنم و اینجا قرارش بدم دستور داکیومن رایت رو مینویسید و به جای در واقع خود متقی این که فانکشن رو فرا بخونی شما میاد مقدار رز رو چاپ میکنید اصطلاحا و الان اگر من بیام تابم رو اینجا سلفین وک کنم بگم که ضرب من به اینجا سلف این صورت سلفین بشه خروجی کار برابر هستش با در واقع نن بشه در این نن هستش به که من هنوز در واقع آرگومان هاش رو مشخص نکردم بعد اینجا میام آرگومان ها شما مشخص کنم برای مثال عدد 25 و 8 الان اگر خروجی رو ببینید مقدار رو به من نمایش میده اما اینکه شما بخواید هر سری در اون تاوتون رایت رو بنویسید این کار درستی نیست یعنی که الرت بنویسید این کار درستی نیست چون ممکنه که تابع شما اصلا شامل دستور در واقع چاپ نباشه و کاری که تابعتون انجام میده در واقع دارای چاپ کردن نباشه پس چی کار میتونیم بکنیم؟ میتونیم بیایم این رو یک جور دیگه هم بنویسیم چه جوری میتونیم بنویسیم؟ من یک فانکشن دیگه تعریف میکنم و اینجا اسمش رو میذارم ضرب دو و دقیقا یک نام یک بهش میدم و یک نام دو و میخوام ضرب اینها رو مشاهده کنم این سری اگر بخوام با استفاده از ریترن این کار رو انجام بدم دیگه نیاز به تعریف متغیر کمکی هم ندارم کافی که اینجا بنویسم نام یک ضرب داره نام دو به این صورت و قبل از اینها دستور ریترن رو بنویسم یعنی برگشت بده به من این مقدار رو الان اگر این تابر رو فراخونی کنم این مقدار برای من برگشت داده میشه خب بریم با ببینیم خروجیش به چه نحوی هستش من این رو بذارید داخل یک ایونتی بنویسم فرض کنید که اینجا من یه دونه در واقع دکمه دارم که این دکمه با استفاده از آن کلیک اینجا آن پورت نوشتیم وایسید آن کلیک رو بنویسم بیا برای من فانکشن در واقع چی بود اسمش ضرب دو رو اجرا کن اینجا زرب دو رو من می نویسم به این صورت و مقادیری که برایش میخوام در نظر بگیرم برای مثال 15 و هفت هستش الان اگر من بیام و این دکسات HTML هم رو باز کنم حتی نامی برای دکمه در نظر نگرفتم فرض کنید که اینجا ران رو بنویسم و مجدد این رو باز کردیم بعد اگر روی ران کلیک کنم برای من اتفاق فعلا نمیفته. بریم ببینیم ایراد کار کجا هستش. ببین ما اینجا اب رو لینک کردیم. و فکر کنم فالو لینکش رو دنبال کنیم. خب مشکل نداره. توی فانکشن دو چی گفتیم؟ گفتیم که برای من برگشت بده، ریترن کن نام یک ساب داره، نام دو رو. خب بیایم با هم اینجا مقدار رو ببینیم. که در واقع چرا این اتفاق میفته البته باید اینجا یک الرتی هم بذاریم دیگه اینجا توی فراخونی الرت کن برای من این مقدار رو خب اینجا دستور الرت رو می نمیسم. توی آن کلیک و الان اگر روش کلیک کنم بله مقدار 105 رو به من نمایش میده توی این حالت شما وقتی در واقع بیاید و این تابه رو به این صورت بنویسید دیگه نیازی نیستش که از یک متغیر کمکی هم کمک بگیرید و ممکنه که در واقع این دست چاپ و دست ضرب کردن ساده این حالت استفاده از در واقع فانکشن ها هست شما فانکشن هایی می که خیلی کاربردی تر هستش ما فعلا مثال های ساده میگیم که این مطالب کامل جا بیفته استفاده کردن از ریتن خیلی میتونه به ما کمک کنه که ما مقدار مورد نظر و مقدار برگشتی تابه رو پاس بدیم به اون قسمتی که مد نظرمون هست و اینجا میبینید که به راحتی بدون استفاده از متغیر کمکی و دستور چاپ در نتابه تونستیم مقدار در واقع الرت ضرب دو رو مشاهده کنیم این از دستور ریترن که حالا با مثال هایی که توی در واقع پروژه ها خواهیم زد بیشتر با دستور ریترن هم آشنا خواهید شد خب بریم با هم دیگه ببینیم که در واقع چه مطالب دیگه باقی مونده من میخواستم حالت تعریف در واقع تابع عنوان یک متغیر رو بیشتر مورد بررسی قرار بدم اما خب میتونیم اون رو بذاریم برای جلسات بعد چون فکر میکنم که داره طولانی میشه این قسمت و اگر حالا نیاز بود دستات دیگه ای رو هم توی جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد خب یک بار دیگه مرور کنیم با هم دیگه ببینیم چه چیزهایی رو یاد گرفتیم مقالت سلفین بوک رو گفتیم بهتون گفتیم که شما میتونید به صورت مستقیم با نوشتن نام تابه و قرار دادن آرگومان هاش تابتون رو اجرا کن که اصطلاحا هم بهش میگن سلفین وک کردن تابه اومدیم گفتیم که فانکشن ها میتونن ریترن داشته باشن و کاربرد ریترن ها چیه برگشت دادن در واقع مقدار تابه که یک جورایی ما رو بینیاز میکنه از نوشتن دستور چاپ در حالا فانکشن و خب خیلی راحت میتونیم بدون استفاده از متغیرهای کمکی شما این مسئله رو با استفاده از به این نحو بنویسید و همچنین متغیرهای محلی رو گفتیم و گفتیم که اگر یک متغیر رو در فانکشن تعریف کنید فقط و فقط از اون متغیر میتونید در همون فانکشن استفاده کنید و دیگه در واقع متغیر برای شما توی قسمت های دیگه کد جاوا قابل استفاده نیستش این هم از این قسمت امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه فراموش نکنید که شبکه‌های اجتماعی ما و کانال رو سابسکرایب کنید لینکشون توی دیسکریپشن هست میتونید کانال ها و در واقع شبکه های اجتماعی ما توی پلتفرم های دیگر رو هم دنبال کنید صحبت دیگه باقی نمونه تا جلسه بعد خدا یار نگهدار